رونمایی از پایگاه عقاب 44 نیرو هوایی ارتش در دل کوها، در جایی که هیچ موشک سنگرشکنی اونجا نمیتونه آسیب بزنه، توسط رئیس ستاد گل ارتش سلشگر باخری، همچنین رونمایی از ماهواره ناهید 2 و طلوع 3، ساخت ایران، ساخت صنعت فضایی ایران. میخواییم در رابطه با این دستاوردهای مهم با شما سخن بگیم. دوستان عزیز، سلام ایرانیان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، هموطنان در باکو، تالش، نخچوان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، القطیف، جنوب لبنان، عراق، بحرین، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، سلشگر باقری در دیداری در یه نقطه‌ای در ایران که مهم نیست کجاست و نبایدم بدونیم کجاست، یکی از پایگاه‌های زیرزمینی نیروهوایی ارتش که در اون F4 و سخو 24 و سایر هواپیمای ایران بودن را افتتاح کرد. این چه ارزشی داره؟ چه دارایی هایی میتونه به ما عطا کنه و چه ضرری هم واسه دشمن داره؟ قبل اینکه در مورد این پایگاه عقاب 44 با هم سخن بگیم، دوستان عزیز ببینید، نیروی متجاوز خب میگه یک حساب سرانگشتی ایران 8 تا مثلا پایگاه شکاری داره، میایم 8 تا رو میزنیم کارشون تمومه. اما در اینجا میگه نه، نادر است، اینطور نیست و به راحتی هم با موشک‌های خیبرشکن میایم این شیلرهای فرودگاه‌های نظامی رو میزنیم و هواپیماهای مثلا ایران رو در به داغون میکنیم. در دسترسن. دیدیم که در جنگ خلیج فارس اول، زمانی که حالا عراق ضعیف بود، سیستم راداری فشلی داشت، پدافند ضعیف، ولی خب دارایی‌های نیروهوایی خیلی خوب داشت و چون آسمان قفل کرده بودن نمیتونست از نیرو هواییش استفاده کنه. در نتیجه یه صدف 30-40 تایی ازشون اومد به ایران که مال خومونه خاک تو سرت زیبا کلام. یه عده هم ازشون رفتن سمت الجزایر و اون در ادولیا. در جنگ خلیج فارس دوم هم دیدیم یه چند تایی که مونده بود واسه اش گذاشته بود تو نخلا، پوشال گذاشته بود، قایمشون کرده بود چون امکان استفاده نداشت. اینا در تیررس بودن، به معنی اینکه روشن میشد رادار دشمن قفل میشد روش، ولی این پایگاه هوایی در دل کوه توی شهرهای زیرزمینی، اولا دشمن جای هواپیما رو نمیدونه، زمان حرکت، موقعی که هواپیما بلند میشه ممکن اون موقع متوجه بشه، ثانیا از آسیب هم دورن، یعنی با هیچ موشک سنگرشکن و ضد بتونی نمیتونه به دارایی های نیرو هوایی ما آسیب بزنه. در یک عملیات مثلا پیش دستانه بخواد کوبنده بزنه، غافلگیری با استفاده از عنصر غافلگیری، دیدیم که در زمانی که جنگ ایران و عراق 31 شهریور، عراق به خیال خودش اومد به نمیدونم پایگاه چهارم شکاری دسفول، اصفهان، تهران و بوشهر حمله کرد، ولی بجز یک F4 و نمیدونم یه هواپیمای دیگه که اونم نظامی نبود نتونست به دارایی های نیرو هوایی ما آسیب بزنه. حالا حساب بکشید این شهرهای زیرزمینی، تازه این فقط هواپیما هم نبود، تو این شهر زیرزمینی میگه پهپادها هم هستن، پهپادها هم هستن که برتری هوایی رو از آمریکایی‌ها و یانکی‌های بی‌پدر و مادر گرفتن. اینو جنرال مکنزی میگفت. و نکته جالبتر و واسه دشمن ویرانگر اینه که توانایی از کار انداختن این پهپادها رو در زمانی که تو آشیانه نداره، آشیانه روبازی نیست مثلا اینو هدف قرار بدی، آشیانه در زیر کوه. ماشاءالله به این طبیعت ایران همش کوهه، ثروت خدادادیه، خرد کپو تاج زاده زیر مشکلو. اینه که اولا این پایگاه
پایگاه زیرزمینی طوری ساخته شده که هواپیماهای سوخو 35 و سوخو SM2 اگر بخوان انشاءالله اونا هم میتونن ازشون استفاده کنن. از زیر ضربات دشمن هم میتونه اونا رو نجات بده و بدون نیاز به مثلا خودش میگه، یعنی هم تعمیر و نگهداری و آلرت و همه چیز در درون این پایگاه زیرزمینی هست که تا چند ماه بدون نیاز و متکی به بیرون میتونه عملیات های خودش رو پیش ببره. وقتی میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، وقتی میگن ایرانیان، ببین ما واسه پهپادهامون شهر زیرزمینی ساختیم، واسه موشکامون شهر زیرزمینی ساختیم، اصلا به حماس گفتیم پایگاهات زیرزمینی کن، به بچون حوثی گفتیم موشکات بذار زیر زمین، و ایران بهترین کشور جانه، یکی نه بهترین کشور از لحاظ ساختن شهرهای زیرزمینیه، دوم نداره و ما به بهترین وجه از دارایی های نظامیمون استفاده میکنیم. اینطور نبود مثل مصر، جمال عبدالناصر میخواست به اسرائیل حمله کنه، دوادش خیانت کرد، شب اسرائیل اومد 450 هواپیمای مصر رو خود آشیانه زد، تموم شد رفت، همه چی کن فیکون شد. نه، ایرانیان مردان رزمن و خرد و اندیشه و تاکتیک های جنگی، ماشاءالله به این نسلی که این همه سردار و امیر و دلاور پرورش یافته در سپاه ارتش. آدم من این سردار باخری و سلشگر باخری رو میبینم کیف میکنم، خدا وکیلی، هرچند همیشه به یاد اون نابغه نظامی، متفکر نظامی، برادرش حسن باخری میافتم. حالا بریم تو کارش ببینیم با چی مواجهیم. اولا این فیلم رو ببینیم کیف کنیم، خدا وکیلی لذت ببریم. ما تا همین سال زمان شاه، حالا بمون میدادن چند برابر قیمت، یه سری چیزا میدادن، چیزای خوبم میدادن، ولی اومن چیزای بد میدادن. دارای هواییمون چیزای خوبی بود اتفاقا، که آمریکا اتفاقا میخواست ما شوروی رو کنترل بکنیم با مرزهای جنوبیش، ولی مستشاران آمریکایی همه کار بودن، بچون خموخ از نمیذاشتن نزدیک هواپیما بشن. ببینید این فیلم دوستان عزیز، و به ایرانی بودن خودتون افتخار کنید و بدونید که چه دلاورانی پاسدار این سرزمین هستن. این جنبش اورد بنداز و دل پولی نژاد 16 کوزپت و مریم سرهر و نمیدونم اسماعیلون زیر مشکنون، بابا اینا چه پخی هن. اینجا مردای پای کارن که هر کدومشون یه سردار سلیمانی کل غرب آسیا رو آزاد کرد، یه سردار شهلایی کل اپوزیسیون نمیدونم ائتلاف عربستان رو به فنا داد در جنگ یمن، یکی یه دونه، ما چند دونه از اینا داریم خدا میدونه. تو این فیلم میبینید که این دلاوران چه کار کرده، ببینید و لذت ببرید. خبرنگار CNN از روی ناو هواپیمای جورج دبلیو باش رزمایش آمریکا و اسرائیل را گزارش میکنه. To send a clear signal to Iran. میگوید این یک سیگنال به ایران است. رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل درست 10 روز بعد از رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش برگزار شد. سیگنال هایی رو به صورت پشت پرده آمریکا به ایرانی‌ها داده. فکر می‌کنید تصمیم گیران ارشد سیاسی و نظامی در ایران وقتی مانور رو از دور در تهران تماشا میکنن میبینن چه پیامی اونها دریافت میکنن؟ شاید آنها پیام آن موقع ایران را درست دریافت نکرده بودند. ایران حالا مجددن پیام میفرستد. این صدای قرش از دل کوه است. حالا ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به خبرگزاری صدا و سیما این اجازه را میدهد که از یکی از پایگاه‌های تاکتیکی نیروی هوایی در افق چند صد متری زمین گزارش تهیه کند. جنگنده های این پایگاه مسلح به انواع موشک های کروز و بمب های نقطه زن برای حمله به اهداف خود در عمق خاک دشمن هستند. دلیل استقرار این اسکادران ها در دل کوه های ایران
که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند. در صورت عبور از سپرهای دفاعی، هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خللی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند. این پایگاه تاکتیکی می تواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده های حاضر را ذخیره کند و مأموریت هایش را انجام دهد. امروز بیش از 10 پرواز داشتند، 10 پرواز مأموریتی. یکی از همین مأموریت ها در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از محل آلرت پایگاه انجام می شود. تمرین در روز و شب برای مقابله با حمله احتمالی. پیام این ماموریت‌ها در این پایگاه‌های زیرزمینی این است که حالا قدرت مطلق منطقه‌ای در آسمان ما هستیم. این قدرت با توان موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران در کنار تسلیحات دوریستا و نقطه زن روی جنگنده‌های ارتقا یافته به دست آمده که به گفته آمریکایی‌ها دیگر برتری مطلق هوایی در غرب آسیا ندارند. یکی از این تسلیحات موشک کروز آصف است. ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم، این موشک طراحی شده. از فکر کنم کافی باشه نزدیک 5 دقیقه است این گزارش. اولا یه نکته بگم، F4 جنگنده بخشنده واقعا اون زمان که ساخته شد به زور اینو دادن به ایران و هم مولتی رول، هم قابلیت بمب افکنی داره، هم جنگنده با موشک اسپارو و سای وایدر میتونه جنگنده هم باشه، رهگیر هم باشه و هم بمب افکنه. اصلا همه کار است F4 و همین حالاش هم از لحاظ سرعت، از لحاظ ارتفاع پرواز و حمل بمب از F35 بالاتر و یه جنگنده نسل سومیه که اگه نمیدونم تا حالا ایران واسه اوورهال چه کار کرده، ولی ترکیه F4 اومد با کمک آمریکا سیستم اویونیکش رو تغییر داد، بروز کردن، دیجیتال کردن و که از بهترین هواپیمای جهان این F4 و خیلی قدرتمنده دوستان و یکی از عرض کردم بهترین دارایی های ما هم هستن. خب نکته دیگه در مورد موشک هواپیمای آصف، این موشک هواپیمای آصف دوستان عزیز، این هواپیمای موشک هواپای ابتدا اسرائیلی ها اومدن استفاده کردن، همین حالا که دارن سوریه رو هدف قرار میدن با هواپیما نمیان بالا سر سوریه، وگرنه با سامانهای پدافندی میزنن شو همونطوری که 2-3 سال پیش بودی که از F-16 هاشونه زدن. نه، اینا از طریق موشک های هواپای، اگه اشتباه نکنم دلایلا یا همچین اسمی داره، نه حالا اسمش یادم نیست، اینا نمیدونم این موشک با سرعت هواپیما با سرعت میره و سرعت هواپیما و سرعت موشک باعث میشه که بردش زیاد باشه، به طوری که من امیر حاتمی چند سال پیش هم گفتن وقتی شما موشک هواپایه ای داشته باشید که از بالای آسمان ایران، ببینید چقدر این میتونه مؤثر باشه، رژیم صهیونیستی رو در فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بده، دیگه فرق نمیکنه هواپیمای تو نسل 4 باشه یا نسل 5، چون اصلا هواپیمای تو وارد رینگ پدافندی دشمن نمیشه. همین هواپیمای موشک کروز آصف این دست بلند میده، اصلا نیاز نیست که هواپیمای ما وارد رینگ پدافندی دشمن باشه، همون بالا سر خودمون میزنه شلپل میکنه دشمنامونه. خاک رو سر زیبا کلام، هنوز به فکر دوچرخه است، این دوچرخه سرگن هنوز ساخته نشده. جوانان ما کروز برد بلند هواپایه میسازن، این دنبال دوچرخه است و خوبیش اینه، عرض کردم که اولا نسل هواپیما دیگه مهم نیست چی باشه، به راحتی میتونه کار خودش انجام بده، ضمن اینکه از پدافند دشمنم در امان میمونه. کروزم خب میدید که مقابله با کروز به خاطر ارتفاع پایینش و مانورایی که انجام میده چقدر میتونه سخت باشه. اینم از این. اما در مورد این مشخصات پایگاه عقاب 44 میگه پایگاه هوایی را
پایگاه هوایی راکنشی عقاب 44 ارتش قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن انواع جنگنده های شکاری بمب افکن و همچنین پرنده های بدون سرنشین نیرو هوایی ارتش را دارد. این پایگاه با در اختیار داشتن اماکنی چون آلرت، پست فرماندهی، آشیانه های نگهداری جنگنده، آلرت خواهم آماده پرواز دیگه، بعد مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما، یعنی تعمیر و نگهداری هم اونجا هست. عرض کردم بود نیاز به بیرون چندین ماه میتونه کارش انجام بده. تجهیزات ناوبری و فرودگاهی، مخازن سوخت و غیره، این قابلیت را دارد تا انواع جنگنده های نیرو هوایی را برای انجام ماموریت های محوله پذیرا باشند. این پایگاه بزرگ زیرزمینی قابلیت پذیرش و بکارگیری عملیاتی جنگنده های جدید نیرو هوایی ارتش را نیز خواهد داشت. سخوسی و پنج ها در راهن میان با امید خدا. گفتنیست عقاب 44 یکی از چندین پایگاه هوایی راکنشی. ما اینه تازه نساختیم دوستان، تازه پر قالین زدیم بالا، نوک کوه یخو مشخص کردیم. سگیونیستو و آمریکایی اول گزارش میده واسه ما مانو برگزار کردن، هرچند بچه های بیت المقدس دو روز بعد این مانو 7-18 تا از سگیونیستا رو به اسفل سافلین فرستادن با کلت. ولی این جواب مانورت، یعنی مانور داری داریم سیدنی کاسکلی و سلشکر باخری هم میگه هر کشوری، حالا به اونم خواهیم رسید. خب میگه گفتنی است عقاب 44 یکی از چندین پایگاه هوایی راکنشی نیرو زمینی نیرو هوایی ارتش است که طی سالهای گذشته متناسب با نیاز عملیاتی این نیرو و با در نظر گرفتن اصول پدافند غیر عامل در مناطق مختلف کشور احداث شده است. احداث این پایگاه در نقاط مختلف متناسب با نیازها و ضریب ایمنی بالا با توجه به طراحی و استقرار در زیر کوه قابلیت اجرای عملیات غافلگیرانه هوایی را از مکان و زمان دور از انتظار دشمن فراهم می‌یابد. نمی‌دونن از کجا خوردن. یه دفعه تیرن ابابیل میاد بالا سرش. نادرست بزن کنار داره بسید میکاسکلی. خب سلشکر باقری داریم سی تومین کاسکلی. سیونیستا به سوخگیری هوایی دلخوش نکنه. شما اگر هواپیمای نسل پنج پنهانکاری هم داشته باشید که اولا F-35 مشخص پنهانکار که نیستن، هیچ ظاهرکار هم نیستن، همینطور الان فشل موندن و اینا خیلی نقص دارن. تو امریکا هم هر چند وقت یه بار یکیشون بس بالا سافلین میره. ولی شما هواپیمای پنهانکار هم داشته باشید، وقتی میخوای سوخگیری هوایی بکنید دیگه اون پنهانکاریتون هم بین میره، ظاهرکار میشید، لقمه چپی هستید واسه ما که بزنیم ناکارتون بکنیم. اصلا یکی از مشکلات سگیونیستا واسه حمله به ایران همینه. البته ارزش هم ندارن از لحاظ تکنیکی میگم، یکی از مشکلات تکنیکی این کار هم همینه. بخوان سوخرسان برسونن، ما کل رادارامون یا ماهوارامون کل غرب آسیا رو زیر نظر داره، به راحتی پیداتون میکنیم و نفلتون میکنیم. خب سلشکر باقری میگه موقعیت رژیم سگیونیستی تا کشور ما فاصله دارد و سران این رژیم به سوخگیری هوایی در آسمان دل بستن که به این بهترین فرصت برای هدف قرار دادن هواپیماهای آناست. اگر پایگاه اینه داشته باش، گراز دماغ، الهام علیف، آل خلیفه نجس وهابی غاصبین بحرین و بن سلمان و بن زاید و بقیه بنهای بی ارزش، گوش بدید. داریم سی تومین کاسکلی میگه اگر پایگاهی از یک کشور در هر کجای جهان برای تهاجم به جمهوری اسلامی ایران استفاده شود، علاوه بر رژیم صهیونیستی، آن پایگاهی که مبدأ حرکت رژیم صهیونیستی است مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت. نه سردار، کم گفتی حقیقت. آن پایگاه نه فقط نه تنها باید مورد تهاجم سنگین واقع شود، کل زیرساخت اون کشوری که کمک کرده به صهیونیستا باید مورد تهاجم واقعی قرار گیرد. هر جای دنیا هر کسی، حتی یانکی های بی پدر مادر بخوان به صهیونیستا کمک کنن، باید مثل عین الاسد شخ بشون بزنیم. شوخی نداریم، شهرام پرام هم با کسی نداریم. باید هزینه خیانت به ایران بالا ببریم. این لندهور، این الدنگ گرازدماغ، این الهام جون خیال کرده این هلو چهار تا فاتح زده ده ناکارت میکنیم میفرستیمت به ناکجا آباد.
ولی ما مردم شیعه باکو رو دوست داریم. انشالله اونا رو از زیر ستم این استبداد حقیر ولگرد قمارباز زیر سری نادرست هم نجات میدیم. حالا میبینید. خب این از این دوستان. عرض کردم یک اقدام خیلی مؤثر و خوبی بوده. خدا میدونه این 10 سال پیش 20 سال پیش احداث شده. ما تا حالا فهمیدیم. چند تا هست. انشالله که بیش باد. بیشتر بهتر. سخستی و پنجانم آوردید. عالی. هر وقت خواستید پر قالین بزن بالا. هیچ ما مشکلی نداریم. خب این از این دوستان عزیز. آقا امروز گویا روز صنعت فضایی ایران بوده. رونمایی از 2 ماهواره بومی طلوع 3 و ناهید 2. گفتیم برنامه فضایی ما در زمان دولت ابراهیم رئیسی سرعت گرفت. اصلا گمال نیست واسه خوشان غرب و جان کری و اوباما بیاد به قول معروف همه کارها رو قفل بکنه، متوقف کنه. ماهواره طلوع 3 و ناهید 2 پس از پایان طراحی و ساخت امروز در مراسمی با حضور آقای عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شدند. ماهواره طلوع 3 ماهواره سنجشی است که سازمان فضایی ایران سفارش آن را داد که شرکت صنایع مخابراتی ایران سایران کار ساخت آن را بر عهده داشت. ماهواره ناهید 2 هم به سفارش سازمان فضایی ایران ساخته شده که ساخت آن بر عهده پژوهشگاه فضایی ایران بود. ضمن اینکه همچنین میگه در مراسم روز ملی فضایی از اولین از نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید 2 رونمایی شد. ناهید 2 قرار است در مدار 500 کیلومتری لئو زمین قرار بگیرد و طول عمر آن 2 سال است. تا 3 سال هم عمر میکنه دوستان عزیز. ماهواره دیگری که در این مراسم رونمایی شد ماهواره سنجشی طلوع 3 است که بیش از 100 کیلوگرم وزن دارد. این سنگین ترین ماهواره ساخت ایران بوده دوستان عزیز. 100 کیلوگرم رو به راحتی با سیمور زلجناب ماهواره برا میشه این پرتاب کرد و بزرگترین و سنگین ترین ماهواره ساخته شده در کشور است. اولین دسته از تصاویر ماهواره خیام هم در این مراسم رونمایی شد. همون ماهواره ای که چند ماه پیش با کمک سایوز روسیه به فضا پرتاب شد مال خمونه. و قرار شده خیام 2 و 3 هم در ایران و با انتقال تکنولوژی از روسیه به ایران ساخته بشن. دیدید چقدر در این حال از اون ورم سپاه داره برنامه ماهواره نظامیشو پیش میبره و گویا تا پایان سالم پرتاب داریم نظامی. امیدوارم ارتش هم همونطوری که دیر وارد صنعت پهپادی شد، پهپاد اول سپاه بود بعد ارتش وارد شد، ارتش وارد این مسئله ماهواره نظامی هم بشه و کلاً صنعت فضایی ما به یک کمربند ماهواره‌ای که نیاز داریم هم برسیم و در نهایت به مدار ژو که دیگه اون نوک تکنولوژی در جهان. دوستان عزیز خب رسیدیم به پایان برنامه. دوستان ولا بلا تلا خدا وکیلی خودتون میبینید که ایران ما شتابان به سمت فر و اقتدار، دشمنان ما هر روز زارتر، ذلیلتر، بدبختر، بیچاره در زیبا کلام اندر خمیه کوچه دوچرخ لنگ مونده شازده کوزپت. پول های مفته نمیدونم گدایی از این ورو بر فاند بگیره و بقیه پولی نجات ها. اما ایران مثل بلدوزر داره موانع از سر را بر میداره. یه هولی بزن کنار زیر دستپا لنشی شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.